با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز در مام میهن بیننده آخرین برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید که در فرمت کنونی یعنی سی, د... سی دقیقه ای و در قالب کلاسیک اخبار به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید و در دور جدید واحد اخبار ایران فردا کماف سابق با برنامه پیشین بررسی مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا خواهد کشید تا اهم مطالب و وقایع جاری ایران در رسانه های مختلف را واکاوی نماییم و با استخراج نکات نهان رویدادهای های منتشره از بین خطوط و سطور رسانه های چاپی و دیجیتال ایران مدلی متفاوت از اطلاع رسانی را ارائه نماییم با این توضیح مقدماتی از آخرین برنامه آن سوی خبر همینک همچون همه شب نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار امشب در آن سوی خبر با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت باستاب گسترده اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعتراف بر اینکه ایران در سالیانی همواره امکان تولید بمب اتم را داشت ولی این کار را نکرد همزمان اعلام بریتانیا از فعالیت ایران برای تأمین تجهیزات هسته‌ای علیرغم انجام مذاکرات تشدید تنشهای دیپلماتیک دریایی با ادامه حضور ناوگان دریایی جمهوری اسلامی در سواحل یمن و همینطور چندین خبر متنوع از حوزه داخل ایران از جمله زیست محیطی بهداشت و جدل های جناهی اهم اخبار برگزیده امشب جمعه 11 اردی است که در سی دقیقه پیش روی به روال معمول از تلویزیون ایران فردا در لندن به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک مشروع اخبار با تازه ترین اظهار موضع هستئی محمد جواد زریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک مبنی بر توانایی اتمی ایران محمد جواد زریف وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در هشت سال گذشته مواد کافی برای تولید هشت بمب اتمی معادل هشت هزار کیلوگرم اورانیوم را داشت اما هرگز این کار را نکرده است آقای ظریف روز گذشته در مصاحبه ای با چارلی روز مجری مشهور شبکه پی بی اس آمریکا که برگردان آن روز پنجشنبه در خبرگزاری صدا و سیما نیز منتشر شد به توانایی ایران برای این کار اشاره کرده است به گفته آقای ظریف ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی مدت هشت سال تمام تحریم ها را تحمل کرد در حالی که اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت هشت بمب را نیز در اختیار داشته است آقای ظریف در این مصاحبه تاکید کرد که آماده ایم فضای اعتماد ایجاد کنیم و این کار با اقدامات خاصی که پذیرفته ایم شده نیست گفته های آقای محمد جواد ظریف در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی همواره اتهام ها درباره تلاش برای دستیابی به دانش ساخت بمب اتمی را رد کرده و هدف از برنامه اتمی ایران را نیز استفاده صرفا صلح آمیز از انرژی هسته ای و تولید برق عنوان کردن. باز محمد جواد ظریف و این بار با یه خبر داخلی و حقوق بشری مبنی بر اینکه تکذیب وجود زندانی عقیدتی در ایران ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گفت ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده اش زندانی نمی کنیم آقای ظریف همچنین گفته است افرادی که جرائمی مرتکب می شوند یا قوانین کشور را نقض می کنند نمی توانند پشت اینکه روزنامه نگار یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند که گویا اشاره غیر مستقیم داشت از جمله به جیسون رضاییان وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با چارلی روز مجری تلویزیونی پی بی اس آمریکا تأکید کرده است مردم باید قوانین را رعایت کنند اظهارات ظریف در حالی است که بر اساس گزارش های متعدد نهادهای بین المللی و سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر و همینطور نهادهایی در دفاع از آزادی رسان در جهان کماکان جمهوری اسلامی همواره در میان سرکوبگرترین دولت های جهان علیه مطبوعات روزنامه نگاران فعالان سیاسی مدنی روشن فکران و دگراندیشان همینطور اقلیتهای های دینی و نهادهای مدنی و اجتماعی قرار داشته است در همین رابطه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف در سخنان جداگانه ای نیز اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران را بسیار جدی توصیف کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز وی روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخی در دانشگاه نیویورک گفته است متاسفانه اتهامات جیسون رضاییان بسیار جدی است و مایه تاسف است که یک مأمور دونپایه اطلاعاتی مرتبط با آمریکا در صدد سوی استفاده از موقعیت او بوده است ادامه برنامه آن سوی خبر با تازهترین اطلاعات بریتانیا درباره فعالیت اتمی ایران کشور پادشاهی بریتانیا هیئت تحریم های سازمان ملل را در جریان وجود شبکه‌ای فعال برای تأمین تجهیزات اتمی مرتبط با دو شرکت تحریم شده ای ایرانی گذاشته است. خبرگزاری رویترز در گزارش روز پنجشنبه خود میگوید که گزارش محرمانه این هیئت سازمان ملل از اطلاعات بریتانیا را رؤیت کرده است. این هیئت در سازمان ملل وظیفه نظارت بر رعایت تحریم های این سازمان توسط جمهوری اسلامی را بر عهده دارد به گزارش خبرگزاری بین رویترز در گزارش سالانه ناظران سازمان ملل اشاره شده است که بریتانیا در تاریخ 20 آوریل سال جاری ده روز پیش سازمان ملل را از وجود یک شبکه فعال تأمین تجهیزات اتمی مطلع کرده است آنطور که در این گزارش اشاره شده است شبکه فعال مذکور با دو شرکت ایرانی در ارتباط است که از پیش در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی قرار داشتهاند. شرکت تکنولوژی سانتریفیوج ایران تسا و شرکت کالا الکتریک دو شرکت مورد اشاره در این خبر بودند. این دو شرکت ایرانی به دلیل آنکه زن آن می رود با فعالیت های اتمی ممنوعی ایران مرتبط باشند در فهرست تحریمی ها قرار گرفتند. شرکت کالا الکتریک مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شرکت تکنولوژی سانترفیوژ ایران مشمول تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بودند. از حوزه انرژی هسته‌ای و سازمان ملل به رویداد دیگری میپردازیم حمایت نیروی دریایی آمریکا از کشتی های تحت محاصره ایران نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا با هدف مقابله با تجاوزات احتمالی سپاه پاسداران تمامی کشتی های تجاری را همراهی میکند که با پرچم این کشور قصد عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز را دارند شبکه خبری CNN مینوشت در حالی که نیروی دریایی آمریکا امنیت تردد عادی کشتی ها در خلیج فارس و شمال دریای عرب را تأمین میکند حفظ امنیت کشتی های باری در تنگه هرمز. به یک فروند کشتی جنگی نیاز دارد. این تصمیم به دنبال آن گرفته شد که قایق‌های جنگی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کشتی باری با خدمه بینال المللی را با تیر اختار در آبهای خلیج فارس توقیف کرده اند و به ایران بردند. کشتی مرس تگریز با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود که دفاع نظامی از آن در روابط بین بر عهده ایالات متحده آمریکا است. به گزارش CNN آمریکا نگران است در شرایط ناآرام منطقه هر گونه حادثه برای یک کشتی با پرچم آمریکا توسط ایران به حادثه بین با ایران منجر شود. یک مقام نظامی نیز گفته است این راهی است برای کاهش ریسک رویارویی. ادامه خبرها با دریا و نیروهای دریایی ایران در سواحل یمن فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با تاکید بر ادامه حضور ناوهای ایرانی در خلیج عدن گفته بود که روز گذشته ناو گروه 34 این نیرو در قالب ناو شکن الورز و ناو لوجستیک بوشهر در ورودی بابل المندب در حال گشت زنی بودند پس از آنکه چند مقام آمریکایی اعلام کردند که ناوهای ایرانی از حوالی خلیج عدن به سوی خلیج فارس و ایران بازگشتند این دومین بار در یک هفته است که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ادعای آمریکا را رد می کند. بنابر گزارش برخی از خبرگزاری ها و منابع خبری از داخل ایران حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی در همین زمینه و مضمون تصریح می کرد که ما از سال 87 به طور مستمر برای برقراری امنیت خطوط کشتیرانی و نفت کشها در بابل مندب، خلیج عدن دریای سرخ و حتی برخی از موارد در غرب هندوستان یعنی محدوده مالاکا حضور داشتیم بنابر اظهارات آقای سیاری پس از پایان معموریت ناوگروه سی و چار نیروی دریایی ارتش در اول تیر ماه ناوگروه سی و پنج این نیرو نیز به خلیج عدن خواهد رفت ایشان اضافه می کرد این که عنوان کرده اند به ناوگروه ما تذکر داده اند و ناوهای نیروی دریایی ارتش آنجا را ترک کرده اصلا چون این چیزی اتفاق رخ نداده است پیش از این رسانه های بین المللی گزارش داده بودند که نه کشتی جنگی ایران که مزنون به حمل سلاح برای شورشیان حوثی در یمن بودند پس از حضور ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا به رهبری ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت در آبهای اطراف یمن به سمت ایران بازگشتند ادامه خبرهای منطقه با اعلام خرید نظامی قطر از فرانسه بر اساس گزارش های خبری از منابع نظامی کشور امیرنشین قطر 24 فروند هواپیمای جنگی رافائل از فرانسه می ارزش این قرارداد 6 میلیارد و 300 میلیون یورو معادل تقریبا 7 میلیارد دلار خواهد بود خبرگزاری رویترز به نقل از اطلاعیه دولت فرانسه که روز پنجشنبه دهم به اردیبهشت منتشر شد گزارش داده که مشک های تولید شده توسط کمپانی بین المللی ام دی و آموزش 36 خلبان و 100 تکنسین قطری توسط ارتش فرانسه بخش دیگری از این قرارداد خواهد بود خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش داده که قرارداد خرید دوشنبه آینده در قطر و با حضور فرانسه اولان رئیس جمهوری فرانسه امضا خواهد شد آن سوی خبر را با خبرهایی از ایران ادامه می دهیم. نخست رد گمانه ها از ترمیم احتمالی کابینه توسط روحانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که در حال حاضر قصد ندارد هیچ تغییری در ترکیب کابینه خود به وجود بیاورد این اظهارات آقای روحانی روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در شهر شیراز بیان شد جایی که یک خبرنگار با طرح پرسش انتقادی درباره عملکرد کلی دولت وزیر امور خارجه ایران را از سایر وزرا متمایز کرد و او را مورد ستایش قرار داد بر اساس گزارش خبرگزاری مهر رئیس جمهوری ایران اما در واکنش به این اظهار نظر از عملکرد کابینه خود دفاع کرده است آقای حسن روحانی به این جمع خبری می گفت وزرای فعال کم نداریم در عین حال چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می دهیم اما امروز نیازی به این کار وجود ندارد به گفته ی آقای حسن روحانی کارهای بسیار زیادی در دولت انجام شده اما چون سیاست خارجی برجسته تر بوده مردم با تیزبینی این دیپلماسی را دنبال کرده اند و به چشم بیشتر می بینند. در سوی دیگر دو رویداد موازی در وزارت خارجه با انتصاب وزیر خارجه کشور پادشاهی عربستان سعودی و پیام تبریک ایران به این وزیر همزمان با احضار سفیر این کشور در تهران کاردار این کشور در تهران به گزارش ایرنا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این پیام ابراز امیدواری کرده است که در دوره مسئولیت جدید عادل بن احمد الجویر شاهد گسترش روابط دو ملت و دو دولت جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی باشد همزمان کاردار عربستان سعودی در تهران برای دومین بار به وزارت خارجه احزار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص جلوگیری جنگنده های سعودی از فرود هواپیمای کمک رسانی ایران در فرودگاه صنعا تسلیم وی شد چند روز پیش نیز کاردار عربستان به همین دلیل مشابه به وزارت امور خارجه احضار شده بود آن سوی خبر را پی میگیریم با ادامه نزاع فقیهان علیه حسن روحانی با تازه ترین اظهار موضع رئیس خبرگان رهبری محمد یزدی علیه, حز... علیه, رئیس جمهوری ایران محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتقاد کرده است رئیس مجلس خبرگان رهبری روز گذشته بدون نام بردن از آقای روحانی با اشاره به سخنان وی می گفت اگر قوه مجریه بگوید اسلام نه اسلام به او میگوید شما نه اشاره آقای یزدی به بخشی از سخنان آقای حسن روحانی است که گفته بود پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است این اظهارات رئیس جمهور در طول هفته گذشته و واکنش های مختلف در تمامی سطوح مسئولین ایران مواجه شد یک روز پیش از این سخنان آقای یزدی 121 نماینده مجلس نیز در نامه ای خطاب آقای روحانی نوشته بودند آیا سخن شما بدان معنا نیست که دین از سیاست جداست آیا قوانین مصوب غیر اسلامی است آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی منکر نیست پیش از این ناصر مکارم شیرازی لطف الله صافی گلپایگانی و حسین نوری همدانی سه تن از فقها و مراجع تقلید شیعیان که عمدتا منتسب به طیف راست افراطی هستند نیز علیه سخنان آقای روحانی موضع تندی گرفته بودند از خبرگان رهبری به دادگاهی در تهران برمیگردیم که در واقع دادگاه مهدی هاشمی است و میخوانیم درخواست تازه وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند این فقیه در هاشیه وکیل مهدی هاشمی گفته است که او خواهان احزار شهود به دادگاه تجدید نظر شده است محمود علیزاده تباتبایی وکیل مهدی هاشمی به خبرگزاری تصنیم گفت متاسفانه در دادگاه بدوی خلاف تمام ضوابط پذیرفته شده شهود ما را احضار نکردند تا شهادتشان را استماع کنند و مسائل دقیق مالی بود که بدون نظر کارشناس نمیشد تصمیم گرفت اما به کارشناس ارجاع ندادند آقای علیزاده تباتبایی در ادامه اظهارات خود می گفت که تقاضا شده در شعبه تجدید نظر شهادت شهود و نظر کارشناسی هنگام صدور حکم در نظر گرفته شود و تصمیم شعبه هنوز روشن نیست. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی سال گذشته به چندین اتهام محاکمه شد. آقای هاشمی تا آخرین روزهای مهلت مهلت تجدید نظر خواهی درخواست تجدید نظر نداده بود وکیل ایشان در توضیح این مسئله نیز گفت که دلیل آقای هاشمی برای عدم اعتراض این است که نسبت به روند رسیدگی به پرونده انتقاد دارد آقای هاشمی به چند سال حبس محکوم شده است برخی رسانه ها مدت حبس وی را 15 سال گزارش کرده بودند اما خبرگزاری تسنیم در تازه ترین خبر به نقل از یکی از وکلای او میگوید که مدت حبس وی از 15 سال به نصف این مقدار است خبری دیگر از حوزه دیگر با اعلام و انتشار اخباری مبنی بر استفاده از تجهیزات و داروهای قاچاق در سیستم بیمارستان ها رسد می شود معاون وزارت بهداشت تایید کرده است که در سالهای اخیر در بیمارستانهای کشور از لوازم و تجهیزات قاچاق استفاده می شود. دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو گفته است از آنجا که کالاهای قاچاق بی مجوز و خارج از شبکه در سالهای گذشته به شبکه رسمی نفوذ کرده بودند که در گام نخست با اجرای طرح تحول کاهش جدی پیدا کردند گام بعدی برای مبارزه اساسی با این معضل در سال 94 و با احرام ها و ابزارهای جدید رقم خواهد خورد. این مقام مسئول یعنی آقای دیناروند همچنین گفته است شبکه های توزیع، تأمین و عرضه تجهیزات پزشکی را به گونه‌ای ساماندهی خواهیم کرد که محصولات این چنینی را به حد اقل ممکن کاهش دهیم. به معنای آنکه بیمارستان ها معذف خواهند شد لوازم مورد نیاز خود را فقط از شبکه مجاز تأمین کنند. تقاضای بیمارستان های دولتی و خصوصی برای اینها به حد اقل خواهد رسید و در این صورت به تدریج بازار فراورده های قاچاق سخت تر از اکنون خواهد شد. به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به گفته ی رئیس سازمان قضا و دارو کمیته قیمتگذاری تجهیزات پزشکی با دستور و ابلاغ قبل از عید وزیر بهداشت آغاز شد و از ابتدای سال جاری با ترکیبی مشخص و با هدف قیمتگذاری ملزومات و تجهیزات پزشکی استقرار یافت. و اما سویه های از عرصه های زیست محیطی در آن سوی خبر با تازه ترین خبرها از گسترش ریزگرد ها در پهنه ایران زمین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از رسیدن ریزگرد های معلق در هوا به بندر انزلی و ارومیه خبر داده است خانم پانتا گیهاچی رئیس مرکز پژوهش‌های زمینشناسی استان گیلان به این خبرگزاری گفته است تنفس ریزگردها ها به ویژه برای سالخوردگان و کودکان خطرناک است و باید در این زمینه اطلاع رسانی شود به گفته خانم گیاهچی شهر تبریز هم به صورت حاد با مشکل مشابهی روبروست از سوی دیگر سعید موسوی از مقامات اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی میزان ذرات معلق در هوا در شهر ارومیه را دو برابر استاندارد ذکر کرده است ظهور پدیده ریزگرد ها ابتدا در استان جنوبی ایران آغاز شد ولی در سالهای اخیر به بیشتر استان ها و به ویژه در غرب کشور نیز گسترش چشمگیر و به یک پیدا کرده است کماکان بیننده برنامه شامگاهیان سوی خبر هستید مجددا با چند رویداد فرامنطقه و البته مرتبط با ایران با اعتراض سازمان ملل به اخراج یک ایرانی از سوی استرالیا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد اخراج یک ایرانی که 16 سال در آن کشور زندگی کرده بود توسط دولت استرالیا و به بهانه ملاحظات امنیتی نقض حقوق بشر این فرد بوده است به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانس پرس این کمیسیون در نتیجه گیری از بررسی این پرونده گفت که تصمیم دولت استرالیا در ندادن ویزای دائم به منصور لقایی یک دخالت غیرقانونی در وضعیت خانوادگی این فرد بوده است این روحانی 54 ساله ای ایرانی به خاطر عدم دریافت ویزای دائم مجبور شد در سال 2010 استرالیا را ترک کند دولت استرالیا به دلیل ملاحظات امنیتی مهم از دادن ویزا به او خودداری کرد ولی هیچگاه دلایل این تصمیم به خود این فرد توضیح داده نشد با وجودی که سایر اعضای خانواده آقای لقایی اجازه زندگی در استرالیا را داشتند همسر و دختر 14 ساله او که در استرالیا متولد شده بودند همراه او از این کشور رفتند اما سه پسر او که در آن زمان دو نفرشان 26 ساله و دیگری 20 ساله و همه و شهروند استرالیا بودند در آن کشور ماندند. ادامه یانسوی سوی خبر از استرالیا به آلمان می رویم با خبر دستگیری تندروهای اسلامی در آلمان وزیر امور داخلی ایالت هس در جنوب آلمان اعلام کرده است پلیس آن کشور با دستگیری یک زوج جوان که با شبه نظامیان سلفی در ارتباط بودند از وقوع یک عملیات تروریستی جلوگیری کرده است گزارش دستگیری این زوج جوان نخست از طرف روزنامه دیولت منتشر شد و سپس مقامات آلمان آن را تایید کردند به گزارش این روزنامه در خانه دستگیر شدگان مواد منفجره دستورالعمل ساخت بمب سلاح و فشنگ کشف شده است دیولت همچنان گزارش میداد که خرید مقدار زیادی مواد شیمیایی از طرف این زوج و استفاده از نامهای مستعار شک پلیس را برانگیخت و آنان را تحت نظر گرفتند این زوج گوییا در نزدیکی فرانکفورت مرکز مالی کشور آلمان دستگیر شدند و با این خبر وقت برنامه امشب آن سوی خبر نیز به پایان رسید همان گونه که در صدر برنامه نیز اشاره کردم برنامه خبری, خبری تلویزیونی ایران فردا از شامگاه دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ما با سیاقی متفاوت تهیه و تولید خواهد شد و در این برنامه جدید تمرکز اصلی بر تحلیل مطالب منتشره در مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا خواهد بود که تلاش می شود در جهان چند صدایی دنیای رسانه های امروز ما نیز به تناسب وسع و امکانات رسانه ایمان گوشه ای از این صدا باشیم در مسیر روشنگری به شما همیهنان عزیز و افکار عمومی ایران ضمن دعوت از شما به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا از جمله گزارش روز از محضر یکایکتان یکتان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دیگر بار و دفتر تازه ای از برنامه های خبری تحلیلی هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود